اسماعیل علیه السلام در خشکی های مکه که فاران باشه، کوههای فاران سکونت گزید و فرزندش قیدار در اونجا متولد شد و قیدار جد بزرگ عربه و بر اونها خداوند نوشته بود که وحی برشون بیاد و به خاطر تمجید بیت الله الحرام قربانی تقدیم کنند، اون هم در وقتی که ظلمت و تاریکی زمین را در قرنهای متمادی فرا گرفته بود. همچنان که بر نوادگان قیدار تیراندازانشون صنادید قریش نوشته بود که در ظرف یک سال بعد از هجرت نبوی در مقابل شمشیرهای اونها و تیر و کمانهای اونها از بین برن. آیا این سخن در تمام تاریخ منطقه به غیر از یک نفر در فاران در مکه صدق میکنه؟ آن نفر محمده. محمد از نسل اسماعیل و قیدار و محمد تنها پیامبری است که اعراب وحی را از طریق او شناختند، اونم در وقتی که بنا به همین پیشگویی ظلمت زمین را فرا گرفته بود و از خلال فاران و مکه بود که نور بر زمین تابید. مکه تنها شهری است که خانه کعبه در اونجا تمجید و تعظیم می شود و در اونجا قربانی وقت حج تقدیم می شود و محمد صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتش، بعد از این که ببخشید قومش او رو سرکوب کردن، از مکه هجرت کرد و در راه نیست گرفتار تشنگی شد و از شمشیرهایی که و تیر و کمانهایی که بر علیهش کشیده شد ناچار شد که هجرت کنه و بعد درست بعد از یک سال از هجرتش همون فرز نوادگان قیدار از مکه به سوی مدینه رفتن و در سرزمین بدر احفاد قیدار، نوادگان قیدار که حامل تیر و کمان بودن به شدت شکست خوردن و بعد از اون همه مجلسشون از بین رفت. اگر تمام این پیشگویی ها را درباره محمد صلی الله علیه و سلم قبول نکنیم، پس این پیشگویی ها هنوز متحقق نشده است.